و در گزارش سینمایی بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم خانه دوباره با شرکت ریس ویدرسپون که اکران سراسری اون در آمریکا از روز جمعه شروع شد. Alice با بازی ریس ویدرسپون دختر 40 ساله یک فیلمساز مشهور هالیوودی است که بعد از جدایی از شوهر با بازی مایکل شین همراه با دو بچه به خانه پدری در لس آنجلس باز می‌گردد و به پیشنهاد مادرش با سه فیلمساز جوان 27 ساله همخانه می‌شود. بازیگر ریس ویدرسپون می‌گوید همه شخصیت‌های این فیلم رو قبلاً در فیلم‌های دیگر بازی کرده، از دختر بچه گرفته تا زن طلاق گرفته تا زن دوباره ازدواج کرده، تجربه های مشترک زنها در همه دنیا، و میگوید از کار کردن با هیلی مایرز و مادرش نانسی مایرز خیلی ذوق کرد. در این صحنه سینماگر 27 ساله مغرور از اینکه فیلم کوتاهش در یک جشنواره دانشجویی گل کرده، می‌خواهد دختر یکی از مشهورترین فیلمسازان هالیوود را تور بزند. شوخی محوری سکانس درباره تفاوت سنی آنهاست. هیلی مایرز شایر، دختر نانسی مایرز و چارلز شایر، می‌گوید از زندگی و تجربه خودش در شخصیت آلیس خیلی مایه گذاشته، چون مثل آلیس او هم دختر دو فیلمساز است. ولی می‌گوید موضوع سناریو درباره زندگی زنی است، سر چهار راه تصمیم برای آینده. آلیس با یکی از جوانهای همخانه هم بستر می شود، اما زندگی این خانواده غیر متعارف در کاخ هالیوودی پدر مرحوم آلیس با ورود شوهر آلیس با بازی مایکل شین به هم می ریزد. به قول منتقدها اگه تیتراژ این فیلم رو نبینید خیال می کنید که اون رو خود نانسی مایرز نوشته و ساخته. تهیه کننده نانسی مایرز می گوید آنچه در فیلمی درباره زنها می تواند توان بخش باشد این است که به آنها گفته شود مجبور نیستند رابطه‌ای که کار نمی کند رو ادامه دهند و حتی رابطه بعدی رو هم مجبور نیستند حفظ کنند. کمدی عشقی خانه دوباره درباره عشق زن 40 ساله به جوان 27 ساله نیست، بلکه به تعبیری می‌خواهد بگوید مردهای زندگی آلیس از پدر زنباره و مشهورش گرفته تا شوهر خودمحور تا جوانهای نسل جدید فرق زیادی با هم ندارند. بهنام، در گزارش روی رابطه مادر و دختر فیلمساز تاکید هست، چه تأثیری توی فیلم داشته؟ خب اشاره به مادر دخترها اول گزارش فقط در مورد ظاهر ماجرا نیست، چون موضوع میراث به خصوص میراث هالیوودی همونقدر که در محور زندگی آلیس شخصیت ریس ویدرسپون در فیلم هست در زندگی کارگردان فیلم هم هست. هیلی مایرز شایر اصلا زندگی او رو تعریف میکنه که همونطور که دیدیم مادرش نانسی مایرز هست، یکی از کارگردانها و تهیه کننده های برجسته هالیوودی، و فیلماش به قدری شاخص و معروف هستن که اصلا یه ژانر سینمایی وجود داره تحت عنوان نانسی مایری میشه گفت. پدرش هم خب چارلز شایر تهیه کننده و کارگردان فیلمهای مشهوری است مثل پرایوت بنجامین، که خب شباهت زیادی به پدر مرده آلیس شخصیت ریس ویدرسپون در فیلم خانه دوباره داره، یعنی سینماگر معتبری است که به زنبارگی شهرت داره، سه تا زن طلاق داده. بعضی که از این فیلم خوششون نیومده تاکید دارن که اصلا پارتی بازی شده، چون با این سناریو اگه نویسنده و کارگردان دختر نانسی مایرز نباشه از در استودیو دروازه جلو راش نمیدن تو، چه برسه که بیاد با شرکت ستاره مثل ریس ویدرسپون فیلم بسازه. مولانا دارگیس در نیویورک تایمز نوشته این فیلم اصلا نسخه برداری سست و ضعیفی از فیلم‌های نانسی مایرز است. اما اونها که هومگن رو فیلم قابل اعتنایی میدونن، مثلا جولیا کوپر منتقد روزنامه گلوبال میل کانادا میگه خب این انتقال میراث هست. کیتی والش در لس آنجلس تایمز هم نوشته که این دختر کسب و کار پدر مادر رو داره ادامه میده، که چیز خوبی است چون برانگیزاننده حس اعتماد، حس کیفیت و حس تداوم هست. بنام، سناریست و کارگردان گفته که این قصه رو از واقعیت‌های زندگی خودش برداشته، بنابراین آیا این فیلم رو میشه کار واقعی گرایانه دونست؟ خب واقعی گرایانه که چه عرض کنم، از قبل از هر چیز رابطه زن مسن‌تر با مرد جوان‌تر که در آنونس فیلم هست یک ترفند بازاریابی هست. مطرح کردن چنین رابطه‌ای از دید واقعی گرایانه در یک فیلم قراردادی هالیوودی که ذاتاً محافظه‌کار هست نمیتونه جا داشته باشه. زندگی هم که تو این فیلم توصیف میشه خب زندگی رویایی هست، فانتزی هست،
چون کجای زندگی آدم‌های واقعی هالیوودی به زندگی آدم‌های واقعی غیر هالیوودی شبیه هست. منتقد نیویورک تایمز زندگی این زن رو زندگی نمیدونه، بلکه سبک زندگی میدونه، یعنی یک فانتزی روحی بخش. اما میشه گفت که جنبه فانتزی یا خیالی فیلم خانه دوباره عمدی است. تصویرهای فیلم عمدن محو فیلم برداری شده، نورپردازی عمدن لطیف است. اما در کنار این جنبه خیالی و رویایی، واقعیت هایی در این فیلم هست در مورد زن 40 ساله، از مسائل جنسیش گرفته تا عشق و ازدواجش که با مهارت مطرح میشن. در این فیلم مثل فیلم های خود نانسی مایرز استقلال زن تشویق میشه. اون سه جوان 20 و چند ساله که نماینده طرز فکر امروزی هستن به استقلال او احترام میگذارن، ولی شوهرش که نماینده طرز فکر قدیم هست به زن و بچه مثل املاک خودش نگاه میکنه. خانه دوباره از اون کمدی های عشقی نیست که شاهزاده بر اسب سفید بیاد قهرمان قصه رو قاب بزنه به قصر رویاها ببره. تو این داستان این زن میکوشه از زیر سایه پدر معروفش، از زیر سایه شوهر خودخواهش و حتی از دست همخانه های جوانش بیرون بیاد و مرزهای خودش رو با دنیا و اطرافیان خودش تعیین بکنه. ممنون از بهنام برای گزارش سینمایی از فیلم خانه دوباره با بازی ریز ویدرسپون. مرسی.